بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. بپردازیم به سرخط اخبار امشب. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، شیعه رایتس واچ، خواستار اختصاص یک روز جهانی به شیعیان قربانیان تروریسم شد. مشارکت 100 هزار نفر در یگانهای پزشکی و آمبولانس ها در مسیرهای منتهی به کربلا به مناسبت ایام اربعین. و سازمان ملل تغییرات اقلیمی افغانستان را در معرض خطر قرار داده است. وقت شما بخیر. همه ساله در 21 آگوست جامعه جهانی روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم را با هدف همبستگی با کسانی که از خشونت و افرادگرایی رنج برده‌اند گرامی می‌دارد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، شیعه رایتس واچ، خواستار اختصاص یک روز جهانی هم به نام شیعیان قربانی تروریسم شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. همه ساله 21 آگوست به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم یادآور جنایاتی است که تروریسم در دوران مدرن به ویژه با هدف گسترش ایدئولوژی افراطی و وحشیانه که باعث فجایع بزرگ انسانی شده مرتکب شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در همین راستا سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان، شیعه رایتس واچ، در بیانیه‌ای همبستگی کامل خود را با قربانیان تروریسم در جهان اعلام کرده و به ویژه بر رنج شیعیان که مدت‌ها قربانی این رویه سازماندهی شده بودند تاکید کرده است. در این بیانیه هدف قرار گرفتن مستمر شیعیان به دست تروریسم در برخی از کشورها که در معرض عملیات تروریسمی وحشتناکی بوده و بر زندگی، امنیت و آزادی آنها در بخش‌های مختلف جهان اسلام تأثیر گذاشته مورد اشاره قرار گرفته است. این سازمان تأکید نموده که شیعیان قرن هاست که از تروریسم رنج میبرند، چه به دست گروه‌های افراطی دارای عقاید تند و سلفی و چه از طریق حکومت‌های سیاسی که با ترور به دنبال تثبیت قدرت خود به منظور دستیابی به اهداف فرقه‌ای هستند. شیعه رایتس واچ خاطر نشان کرد که این جنایات همچنان تا به امروز به طور مداوم تکرار می‌شود و مناطق وسیعی از عراق، سوریه، لبنان، یمن، پاکستان و افغانستان شاهد صحنه‌های خشونت هستند که مستقیماً شیعیان را هدف قرار داده و این اقدامات منجر به کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی بیگناه، آواره شدن تمام خانواده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها شده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان تأکید نموده که علی‌رغم ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن، جامعه شیعه همچنان با چالش‌های بزرگی از جمله آزار و اذیت، تبعیض و خشونت سازمان یافته مواجه است. شیعه رایتس واچ تصریح نمود که تروریسم تنها به گروه‌های افراطی محدود نمی‌شود، بلکه شامل برخی از حکومت‌های سیاسی می‌شود که از سرکوب و ظلم برای پیشبرد منافع فرقه‌ای خود، چه از طریق تغییر ترکیب جمعیتی یا محروم کردن شیعیان از حقوق اولیه خود استفاده می‌کنند. این سازمان در ادامه بیانیه خود تأکید کرد لازم است سازمان ملل متحد با اختصاص یک روز بین المللی ویژه برای قربانیان تروریسم شیعه اقدامات مؤثرتری برای مقابله با این نوع تروریسم انجام دهد. شیعه رایتس واچ با اشاره به میزان رنجی که شیعیان در معرض آن هستند بر اهمیت مبارزه با نفرت و فرقه‌گرایی که به این پدیده دامن می‌زند تأکید کرد.
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان ابراز امیدواری کرد که تعیین این روز گامی مهم در جهت تدوین مجموعی از قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی خواهد شد تا سازمان‌های حقوق بشر در مقابله با تروریسم و پاسخگویی مسئولان آن اطمینان حاصل نمایند. این سازمان در پایان بیانیه خود بر اهمیت تقویت تلاش‌های بین‌المللی با هدف حمایت از شیعیان و تأمین امنیت و حقوق آنها تأکید و خاطرنشان کرد. همبستگی با قربانیان تروریسم از همه گروه‌ها و ادیان و مذاهب راه دستیابی به صلح و عدالت در جهان است. مصطفی اکوند مدیر سازمان شیرایس واچ از واشنگتن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای اکوند سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. جناب اکوند لطفاً گوشه ای از ظلم‌ها و جنایات و اقدامات تروریستی که این روزها در نقاط مختلف جهان نسبت به شیعیان صورت می‌گیره بیان بفرمایید. ببینید ظلمی که الان به وسیله تروریسم انجام میگیره، خب تروریسم انواع مختلفی داره. متاسفانه الان بیشترین نوع تروریست که بمب‌گذاری هست و کشتن شیعیان هست در کشورهای مختلفی مثل پاکستان، که فقط در منطقه پارچنار که در این اواخر هم بیش از 45 شیعه جان خودشون را دست دادن، پارچنار در سال 2007 تا به حال حدود 3000 شیعه مرد و زن و بچه کشته شدن فقط به خاطر شیعه بودنشون. افغانستان در این چند سال اخیر حدود 1000 خورده‌ای کشته شدن و بالای 4000 زخمی داشته. و کشورهایی مثل بحرین و سعودیه و کشورهای دیگه نوع تروریسم اونها تروریسم‌های شخصیتی بوده، تروریسم‌های زندانی کردن بوده و اینا رو میشه زیر پرونده state terrorism board که دولت‌ها این کار رو انجام میدن. خود تروریسم روش‌های مختلفی داره. فقط در جامعه متأسفانه فقط بمب‌گذاری رو به عنوان تروریسم می‌بینم و موارد مختلف تروریسم که در سازمان ملل ازش تعریف شده رو هنوز برای مردم آگاهی کاملی وجود نداره. بله، انگیزه شما نسبت به پیشنهادی که در رابطه با اختصاص یک روز جهانی تحت عنوان شیعیان قربانی تروریسم چیه؟ بفرمایید. ببینید همونطوری که ما شیعه ها همدردی میکنیم با ادیان دیگه وقتی که یک فاجعه رخ میده، متاسفانه ادیان دیگه و دولت های دیگه و گروه های دیگه متاسفانه هنوز با شیعیان همدردی نمی کنند و اخبار شیعه و گزارش های کشت و کشتاری که برای شیعه اتفاق می افته رو هنوز یا به گوششون نمی رسته یا تصمیم می گیرن که همدردی نکنن. حالا به دلایل مختلف سیاسی می تونه باشه، به دلایل مختلف دیگه می تونه باشه. ما هدفمون این هست که بتونیم به وسیله مؤسسات مختلف و میدیا مختلف، تلویزیون های مختلف، بتونیم این رو جهانی بکنیم و ارقام و اعداد و روش های مختلفی که تروریسم پنجوری که عرض کردم خدمتتون اتفاق میفته علیه شیعه رو، اینا رو بتونیم جمع آوری بکنیم و از سازمان ملل و از کشورهای مختلف بخواهیم که این پرونده هایی که هست رو بررسی بکنن و راه حلی برای مقابله با تروریسم علیه شیعه که تقریبا به جرئت میتونم بگم بیشترین آمار کشته شدگان شیعه و بیشترین آمار تروریسم، حالا شخصیتی میتونه باشه، استیت تروریسم میتونه باشه، همه این بیشترین آمار علیه شیعیان هست در افغانستان کشور. بله ممنونم. با تشکر از مصطفی اکوند مدیر سازمان شیرایس واچ از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یاسر اسکندر عضو کمیسیون امنیت مجلس عراق از آغاز انتقال معکوس و بازگشت زائران از 7 گذرگاه مرزی با ایران خبر داد.
اسکندر در گفتگوی مطبوعاتی خود اظهار داشت روند انتقال معکوس زائران اربعین از 7 گذرگاه مرزی با ایران به ویژه مهران، چذابه و خسروی آغاز شده است. وی در ادامه گفت تعداد خروجی روزانه زائران از مرزها به 10,000 نفر می رسد. وی همچنین اظهار داشت ما انتظار داریم تعداد زائران از ملیت‌های غیر عراقی به حدود 4 میلیون زائر برسد. موزه الکفیل آستان مقدس عباسی در مسیر زائران اربعین حسینی از نجف به کربلا ایستگاه موزه فرهنگی راه اندازی کرده است. سید صادق لازم الزیدی رئیس بخش گنجینه و نسخ خطی موزه الکفیل در حرم مطهر عباسی مقدمات نهایی خود را برای شرکت در ایستگاه موزه خود در موکب فرهنگی در جاده یا حسین به پایان رساند. پیافزود این طرح با هدف افزایش آگاهی در جنبه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی و با حمایت آستان مقدس عباسی اجرا می‌شود و شامل فعالیت‌های مختلفی از جمله برنامه‌های قرآنی، سمینارهای فرهنگی و سخنرانی‌های دینی، نمایشگاه‌های کتاب، اپلیکیشن‌های دیجیتال و مشاوره‌های فکری در این ایستگاه می‌شود. در آستانه اربعین حسینی موکب‌های خدماتی در شهر مقدس سامرا اقدام به کلیه خدمات رفاهی به زائران اربعین حسینی نمودند. گفتنی است این موکب‌ها که در مسیرهای منتهی به حرم امام حسن عسکری علیه السلام قرار دارند، تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام که از سامرا در مسیر شهر مقدس کربلا عبور می‌کنند انجام می‌دهد. گفتنی است در این موکب‌ها علاوه بر تهیه غذا و نوشیدنی و دارو، حتی برنامه‌های آموزشی و مذهبی نیز برگزار می‌شود. جمع زیادی از محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در کشور تایلند برای شرکت در زیارت میلیونی اربعین از دولتشان خواستند تا برای تسهیل در رفت و آمد به این زیارت میلیونی با همتای عراقی خود همکاری نمایند. شیعیان تایلند در بیانیه اظهار داشتند در سراسر کشور اقامه عزای سید و سالار شهیدان برپاست، ولی ما شیعیان در حسرت زیارت قبر ابو عبدالله حسین و برادر ایشان حضرت عباس علیهما السلام هستیم. ایشان در ادامه از دولت تایلند خواستند تا پل‌های ارتباطی را با دولت عراق بگشاید تا ورود اتباع کشور به عراق تسهیل شود و بتوانند در بزرگداشت زیارت میلیونی اربعین مانند شیعیان کشورهای دیگر شرکت کنند. آستان مقدس امام حسین علیه السلام پرچم گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام را در مسجد قائم آل محمد صلی الله علیه و آله در شهر بنگلور هند در ایالت کارناتاکا برافراشت. دکتر سعدالدین البنا نماینده آستان مقدس امام حسین علیه السلام در هند گفت پرچم امام حسین علیه السلام در مسجد قائم آل محمد که در منطقه قدیمی در شهر بنگلور هند قرار دارد در میان شعار لبیک یا حسین حاضران برافراشته شد. وی افزود ساکنان این منطقه از طبقه فقیر هستند، اما از نظر وفاداری به امیرالمومنین علی علیه السلام و عشق به امام حسین و ائمه اطهار علیهم السلام ثروتمند هستند و به این وابستگی افتخار می کند. به مناسبت روز جهانی بشر دوستانه، سازمان مسلمان آزاده از جامعه جهانی خواست تا گام‌های مؤثری برای مهار بحران‌هایی که جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم شاهد آن بوده است بردارد. این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به جنگ‌هایی که در سراسر جهان در حال رخ دادن است اعلام کرد این جنگ‌ها ممکن است به یک جنگ جهانی تبدیل شود و تمام بشریت را درگیر کند. این سازمان بر ضرورت تقویت اقدامات بشر دوستانه لازم و فوری برای توقف خونریزی‌های ناشی از خصومت‌ها تأکید کرد و در بیانیه خود بر وضعیت فاجعه بار در نوار غزه
و جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که از 11 تا 17 آگوست سال جاری میلادی 572 پناهجو از پاکستان به افغانستان بازگشتند. UNHCR روز یک شنبه 28 مرداد با انتشار گزارش هفتگی خود در مورد وضعیت بازگشت کنندگان افغانستانی گفته است که 50% این برگشت کنندگان زنان هستند. بر اساس این گزارش، شمار زیادی از این پناهجویان به شکل اجباری از پاکستان اخراج شدند. تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین باعث می شود تا یخهای دائمی قطب شمال به طور مکرر ذوب شوند و همزمان جیوه محبوس در خاکی که برای هزاران سال در آن منطقه یخ زده بود نیز آزاد می شود. رودخانه یوکان که از آلاسکا به دریای برینگ می ریزد، یخهای دائمی را در امتداد سواحل خود می فرساید و رسوبات را به پایین دست منتقل می کند. با گرم شدن سیاره زمین، این یخهای دائمی قطب شمال که به نامهای پایا یخبندان، خاک همیشه یخزده یا خاک منجمد نیز شناخته می شوند، با سرعت بیشتری در حال فرسایش هستند و فلز سمی جیوه را در محیط آزاد می کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که بیش از 117,000 سودانی در نتیجه بارندگی و سیل از جوان گذشته از مناطق خود آواره شدند و علاوه بر این میلیون‌ها پناهنده و آواره از جنگ بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سری از آوریل 2023 فرار کردند. بر اساس برآوردهای این سازمان، تعداد آوارگان به 117,835 نفر در 12 ایالت از 18 ایالت سودان رسیده است. در این بیانیه آمده است که حدود 32,611 ساختمان در اثر بارندگی های سیلاسا به طور جزئی یا کامل آسیب دیدند. بر اساس یک مطالعه جدید، ممکن است دلیل ناراحتی های مکرر کودکان و نوجوانان استفاده از تبلت و شبکه های اجتماعی باشد. مطالعه جدیدی که در مجله معتبر پزشکی جاما پیدیاتریکس منتشر شده، زنگ خطر را برای والدین به صدا درآورده است. این تحقیق نشان می‌دهد استفاده از تبلت در کودکی ممکن است باعث افزایش خشم و ناراحتی آنها در سال‌های بعد شود. کودکانی که عادت به استفاده زیاد از تبلت دارند، ممکن است در کنترل احساسات خود مشکل داشته باشند و بیشتر عصبانی شوند. از طرف دیگر، کودکانی که عصبانی هستند برای آرام کردن خود بیشتر به تبلت پناه می‌برند. صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق ضمن تایید استقرار گروه‌های مختلف پزشکی و تعدادی آمبولانس در داخل شهر مقدس کربلا و جاده‌های منتهی به آن از مشارکت 100,000 کادر پزشکی در طرح سلامت برای بزرگداشت زیارت اربعین خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، صالح الحسناوی طرح سلامت مراسم بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام را شامل 3 محور، جنبه دارویی با تأمین کلیه تجهیزات پزشکی، بسیج بیمارستانها و استقرار یگانهای پزشکی در جاده‌های بیرونی و داخل شهر کربلا عنوان نموده و خاطر نشان کرد. محور دوم شامل آگاهی، راهنمایی، کنترل بهداشتی و نمونه برداری و مدل سازی اقلام غذایی برای معاینه و کنترل آنهاست تا جنبه‌های مختلف ایمنی و سلامت تضمین شود. وزیر بهداشت عراق با بیان اینکه محور سوم استقرار فوری آمبولانس‌ها و توزیع آنها در جاده‌های مختلف است و هر 5 تا 10 کیلومتر یک آمبولانس برای برخورد سریع با حوادث وجود دارد خاطر نشان کرد. این وزارتخانه برای
خدمات درمانی خود بارکد اختصاص داده و زائران می توانند از طریق آن به تیم‌های پزشکی برسند. وی با اشاره به اینکه 100 هزار نفر از کادر پزشکی به استثنای داوطلبان در قالب این طرح در وزارت بهداشت عراق در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مشارکت خواهند داشت تاکید کرد، یگانهای پزشکی و آمبولانس‌ها در داخل کربلا و در مسیرهای منتهی به آن حضور دارند و به سلامت و بهداشت زائران رسیدگی می‌کنند تا نسبت به هر بیماری و یا ناراحتی از جمله گرمازدگی که ممکن است زائران را در دمای بالا تحت تأثیر قرار دهد تلاش لازم را برای حفظ سلامت آنان انجام دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است. این نهاد حامی پناهندگان گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به چادر و سرپناه، حمایت، خدمات بهداشتی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145 هزار نفر در 33 استان افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. از اواسط اردیبهشت امسال استانهای مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سیلابهای شدیدی بودند که صدها نفر بر اثر آن جان باختند. در تازه ترین موارد سیلاب در شهرستان مرکز بهسود میدان بردک خسارت‌های هنگفتی بر جای گذاشته است. ساکنان این شهرستان که همه شیعیان هزاره هستند میگویند شب گذشته در اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب دست کم 15 باب منزل مسکونی، صدها هکتار زمین زراعتی، راه‌های مواصلاتی و کانال‌های آبیاری به شکل کامل تخریب شده است. به دلیل مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و نبود خدمات مخابراتی و اینترنتی تاکنون از میزان دقیق خسارات مالی و تلفات انسانی این رویداد گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر ساکنان محل طالبان را به بی‌تفاوتی در برابر مردم متهم کرده و از مؤسسه‌ها و نهادهای امدادرسان خواهان کمک رسانی به آسیب دیدگان این سیلاب شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ خواستار اختصاص یک روز جهانی به شیعیان قربانی تروریسم شدند. مشارکت 100 هزار نفر در یگانهای پزشکی و آمبولانس ها در مسیرهای منتهی به کربلا به مناسبت ایام اربعین. و سازمان ملل تغییرات اقلیمی افغانستان را در معرض خطر قرار داده است. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.